سلام، آغاز این برنامه انتخابات 97 محورهای بحثی که تقریبا همه سانامه را پر از اختشاش ساخته، فقدان عملکرد قانونی کمیسیون مستقل انتخابات و نقض سریع قوانین و رویکرد سیاسی که از جانب کمیسیون انتخابات کار میشه روش. دو بحث محوری را امشب میخوایم سرش بحث بکنیم. یکی خرید و فروش تذکره ها از جانب نامزدهای انتخابات پارلمانی افغانستان که یک مقدار با زر و یک مقدارم با زور گرفته میشه، و بحث دوم هم انعطاف کمیسیون مستقل انتخابات برخلاف نص قانون. از 1000 تذکره دارای استیکر اینا 650 را قبول میکنن، و اگر 350 از او هم تکرار باشه یا به مفهومی که یک کس تذکره خود به چند تا نامزد داده باشه، بازم کمیسیون مستقل انتخابات چشم موشی میکنن. حالا دو بحث، یکی میکانیزم کنترل خرید و فروش آرا که از آغازش تذکره ها است و بعدش هم آرا هم میتونه که مشمولی روند شود، چون انتخابات قبلی هم روی ازوی خیلی هم نهادهای مشاهد و نهادهای جامعه مدنی کار کردن، تحقیق کردن. و بس دوم هم که تا چی میزانه را کمیسیون مستقل انتخابات حق داره تا موارد قانونی را به گونه مصلحت‌گرانه تفسیر کنه. مهمانی که در بس با ما هستن جناب آقای مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان، آقای یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، و آقای امام محمد ولی ماچ، رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. قبل از اینکه بحث شروع بکنیم در استودیو، همکارای ما یک گزارش در این مورد داره. گزارش می‌بینیم، صدا می‌گیریم. فصل نو، چهره‌های نو و شاید کلید خوردن سرنوشت نو. از اینجا روند نامنویسی نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها آغاز شد. از آغاز این روند که بامداد امروز بوده که چند ساعت میگذرش، فشار بالای کمیسیون خیلی زیاد است، چون شمار نامزدان خیلی زیاد گفته میشه، ده ها نامزد اینجا انتظار میکشند. از سیاستگران تا نمایندگان فعلی مردم در مجلس نمایندگان از بهر نامزدی به کمیسیون مستقل انتخابات آمدند. حضور جوانان اما برجسته تر و پررنگ تر. بسیاری شه که من مشاهده کردم تا اسناد درست نداره، باید کمیسیون مستقل انتخابات بسیار به طور جدی ای را بررسی بکنه که اتا جل جور کردن، دکه جور کردن. چطور بین دو کاندید اضافه تر 35% یا 350 تذکره مشابهت داره؟ این مکانیزم تشریح نشده، در مورد دیتابیس برای ما گفته نشده. روند بسیار خوب و شفافش آغاز شد و کاملا امن، غیر سیاسی و بسیار آرام آمدیم. نامنویسی نامزدان انتخابات پیشرو در سراسر افغانستان آغاز شده. در روز نخست این روند تنها در کابل بیش از 500 تن خود را در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها نامزد ساختند. امنگ توقع لرو چې د 1000 پورې د ولسی جرګې کاندیدان به دلته مراجعه کوي یا امکان لري. کېدای شي درې څلور ورځې بعد چې هغه کوم استلامونه موږ ته راکړي، استلامونه موږ راوړو، بیا هغه ته انشي. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات همزمان با آغاز این روند دو پیام را اعلام می کند. یک، نامزدان از زور و قدرت نباید کار گیرند، و دوم، به حکومت، زورمند یا هر کسی دیگر اجازه مداخله در کار کمیسیون داده نمی شود. ده کاندیدانو څخه غواړو چې د خپل زور او قوت څخه په کمپاینونو کې استفاده ونه کړي، بلکې د یو عادي هیوادوال په توګه باندې د خپل هیواد خدمت لپاره خپل انتخاباتي مبارزه چې قانون ورته اجازه ورکوي هغه ته دوام ورکړي. روند نامنویسی نامزدان انتخابات تا 22 ماه جوزا ادامه خواهد یافت. داشتن تابعیت افغانستان، 25 سال سن، 1000 شناسنامه پشتیبان با اثر انگشت 1000 حامی، شرایط نامزدی برای نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان گذاشته شده است. دوباره خوش آمدین به بس و مهمانان را خوش آمدید میگم. بس را از آقای رشید میخوایم آغاز بکنیم. بس خرید و فروش تذکره یک بس خیلی جدی است. چندین بارم با رؤسای کمیسیون صحبت کردیم. البته قبل از اینکه روی ازی بپردازیم، بازم همکارای ما خیلی تماس گرفتن با کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات، اما اونا هر لحظه از 6 صبح تا 12 بجه شب جلسه دارن پشت سر هم، و نتیجه جلسه هم فکر کنم که اونم چیزایی است که در رسانه ها برآمد. به هر حال ما در این برنامه نتونستیم که کسی کمیشنر رو داشته باشیم. آیا کدام میکانیزمی برای این وجود داره؟
تشکر. سلام به شما ترشوال صاحب و ریماد صاحب و بینندگان محترم تلویزیون. فساد انتخاباتی یک موضوع جدی بود که ما قبلا هم روی زی مکس کرده بودیم و طرح خود همچنان موضوع تشویش خود که در این قسمت موجود بود با کمیسه مستقل انتخابات شریک ساختیم، حتی با جامعه جهانی، و پیشنهاد هم کردیم که به خاطر از اینکه ما فساد در بخش انتخابات کاهش داده باشیم و در عین حال کنترل کرده باشیم، یک دفتر ویژه مبارزه علیه فساد داری در خود کمیسیون ایجاد شود و این کار بکنه با جامعه، با احزاب سیاسی، با نهادهای مدنی و تمام جوانب ذی دخل که گزارشات و بالاخره اخبار در قسمت فساد در مورد کار کمیسیون، در مورد کار کاندیداها و هم قسم کسایی که پروسه داخلی هستن برایشان راپور بدن و یا بررسی بکنن. متاسفانه که پرداخته نشد. حتی طرفدار از این بودیم که یک استراتژی فساد اداری در بخش انتخابات انکشاف پیدا بکنه، ولی قسمت و ریموت سب هم شاهد است که در وقت که ما این موضوع رو مطرح کردیم ولی این موضوع جدی گرفته نشد. ما در گذشته شاهد از این بودیم که کارمند که کاندید کارمند کمیسیون انتخابات رو میخرید، میگفتن خود مرکز به شما چند میتن، میگفتم که $100، ما براتون 500 میتیم، 1000 براتون میتیم. کاندید میخواست به معلومات دسترسی پیدا کنه، کارمند از پیش میخواست که برش پول بدن، بعد از برشان معلومات بدن. آرا خریداری میشد. یعنی ما فساد در بخش های مختلف داشتیم و چیزی نو نبود. ولی در اونجا توجه کمتر صورت گرفت. امروز بازار تذکره متاسفانه که بسیار تاسف بار است. تذکره قیمت پیدا کرده و قیمت ازی هم نسبت به یک ولایت تا ولایت دیگه فرق میکنه. در ولایتی که رای دهنده و ثبت نام شونده پایین است، قیمت تذکره بالاست. در ولایتی که امو حضور ثبت نام شدگان بالاست، تذکره باز قیمت بسیار بالا را ندارد چون رقم بالاست. این موضوع را باز هم شریک ساختیم با کمیسیون مستقل انتخابات که این قسمت باید توجه جدی بکنن. رئیس کمیسیون صرفا یک اخطار داد که هرگاه ما با چنین موارد پیش بیم برخورد قانونی میکنیم، ولی یک راهنمود، یک طرز عمل، یک دستور عملی که در اونجا اقدامات تعریف شده باشد، در اونجا شکل مبارزه واضح شده باشد، در اونجا مکانیزمی از اینکه بالاخره مجازات در اونجا بررسی شده باشه وجود نداره. بدبختانه که حداقل امروز ما میتونیم به شکل پیگیر از این موضوعات جلوگیری میکردیم و بالاخره جلوش هم میگرفتیم و در عین حال کمیسیونم یک کمیسیون مبتکر، مسئول و توانمند برای مرجع معرفی میشد. آن چیزی است که بالاخره از حضور و از صحابت کمیسیون میکاهه. شما در مورد مختلف بالاخره مشکلات خرد ریزی که دارین وقتی برش اقدامات صورت میگیره پاسخ دادن میشه ارموز که سلامت. یک مشکل تکنیکی دیگه هم وجود داشت، نبود بانک معلومات در داخل کمیسیون. حالا ضمن از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات 350 تذکره را به دل خود برخلاف قانون مماشات میکنه، انعطاف میکنه با کسایی که میارن تذکره نامزدا میارن، همین 650 باقی مانده را اینا نمیتونن با توجه به عدم داشتن بانک معلومات ارجیبی بکنن که آیا چقدر ممکن است که غیر از این زیاد تیر شود. رقم احتمالا یک کس 200 تذکره را بیاره 600 یا 800 دیگه تکرار بیاره. ببینین آقای فیاض، این مورد قانون بسیار صراحت داره. 1000 تذکره یا سندی که کمیسیون برش اعتبار می باشه این شرط دانسته شده، یعنی که کمیسیون به اساس قانون این صلاحیت نداره که دو بیا تخفیف به وجود بیاره، چرا که این قاعده بسیار واضح و روشن از در قانون انتخابات. متاسفانه که کمیسیون به خاطر از اینکه شاید یک دلیل باشه که در بعض جاها حضور راننده پایین است ولی تعداد کاندا بسیار رقم بالا را داره، تا او قسمت مشکل را حل بکنه شاید دلیلش بوده باشه. یک قانون مطالعه نمیشه و با اساس قانون یعنی جدیت در کمیسیون موجود نیست، یعنی دو چیز ما بالاتر از او پیدا کردن نمیتونیم. ما میشه که یه موضوع دیگر هم بگویم که او بحث عدم هماهنگی و بالاخره تعبیر از قانون توسط کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکل به شکل متفاوت است. مثلا ما پیشنهاد کردیم که در تقویم انتخاباتی یک تعدیل به وجود بیاید. تعدیل هم مواردش رو مشخص کردیم که چی است. یک موردی است که قانون انتخابات میگه که هرگاه لست ابتدایی کاندیدان میره به طرف محضر عامه، دو روز برای اعتراضات داده شده. یک ماده قانون است. اما در این قانون متاسفانه که زد نقیص است. یک ماده دیگه میگه که 2 هفته حد اکثر برای مردم وقت داده شده. کمیسیون گرفته دو روز قبول کرده. پیشنهاد کردیم که 2 روز بسیار کم است. شما موادتان در ساحات رسانده نمیتونین با وجود که تمام امکانات دولتی پشتون است. یک کسی از یک ولسوالی دوردست یک ولایت یک بحث خیلی مهم است. اجازه بدین که بعدا سرشکر بزنیم هم بحث خرید و فروش تذکره یک بحث جدی است. امیر تکمیل بکنم. حال در تزلمر که میسوش کاری خوباتی 3 روز است. تا
تعقیب انتخاباتی ایرا دو روز گرفته، قانون انتخابات ایرا دو هفته میگه و بالاخره کمیسیون شرکت انتخاباتی در تنظیم عمل خود او را سه روز میگه. شما مشکلات این قسمت ببینید که تفسیر از قانون به چه شکل است و بالاخره در افاده های پایینی که در سطح عملیات انتخابات است به چه شکل صورت میگیره. آقای بریماچ، در کنار شما رئیس دارانشای کمیسیون بوده، حالا کارهای اجرایی بیشترش مربوط میشد بر شما تا کمیشنرهای کمیسیون، تا چی حد هم کمیسیون خود فراتر از قانون فکر میکنه؟ آیا این عمل کرد شروعش نقض قانون و ضربه زدن به شفافیت انتخابات است یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام به شما، به مهمانان گرامی، به تمام بیننده های برنامه. عرض شد به خدمتان که درست است ما قوانین نافذه‌ای در بخش تمام بخش‌های زندگی خود و در کشور داریم، مخصوصا در بخش انتخابات، ولی در اجرا و در بخش تطبیق قوانین ما همیشه دشواری‌های خود داشتیم و یا است که زمینه به شکل درست مساعد نبوده، یا است که ضعف‌ها در داخل خود اداره بوده به یک نحو تطبیق کردن. همینجاست که همیشه قوانین دستخوش یک سلسله سلیقه های شخصی و نظریات خواست های شخصی میشه. در این هم شک نیست که امونطور که جناب رشید صاحب گفتن قانون چیز دیگه میگه، دو هفته میگه و همچنان پلان عملیاتی رو دو روز گفته و کمیسیون نظر به ضرورتی که البته خودشان فکر کردن که حداقل سه روز باشه چه تصویر گرفتن. چرا کمیسیون خود فراتر از قانون فکر میکنه؟ کمیسیون اصلا حق نداره خود فراتر از قانون فکر بکنه، اما در صورتی که یک جایی را که ما میبینیم که ماده قانون به شکل درست تطبیق نمیشه، یا است که به سلامت انتخابات در اونجا به شکل درست یعنی نمیشه که هدف درست را به دست بیارن، چی بهتر است که مشوره بکنه با جامعه مدنی، با احزاب سیاسی، با طرفای زی دخل انتخابات. آقای نورستانی در مورد نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری این ماده را تطبیق کرد و خودش گفت که قانون را نقض کرده، خیلی سریع امی فرهنگ ماند تا بالا را. آیا کمیسیون حق مشوره را داره؟ آیا کمیسیون حق ازیره داره که خلاف قانون به دلیل از اینکه ضمانت اجرایی نداره بخوای امرای جامعه مدنی مشوره کنه؟ تو چیز وجود داره تو مسئله خب نه، ببینین اگر مطلق نقض قانون خود کسی هیچ کسی اجازه نداره و حق هم نداره، چه کمیسیون باشه، چه حکومت باشه، هیچ کسی دیگه ای باشه، چه حتی ما باشیم، ما حق نداریم که فرد به قانون که نافذ شده و ما نقض بکنیم. اما از طرف دیگه وقتی که میبینیم با یک چالش جدی مواجه هستیم و نمیشه که فرض مثال هدف تنش را به دست بیاریم، چی بهتر از اون وقت یک مشوره صورت بگیره یا همپرسی صورت بگیره، نه یک تصمیم یک جانبه بوده باشه. مشوره من برای کمیسیون انتخابات همیشه در چنین مواردی که با مشکلات فنی و تکنیکی مواجه میشه و میبینه که قوانین نقص میشه، اگر با تطبیق قانون کدام مشکل دیگه پیش میاد، اگر با نا تطبیق قوانین خود قانون نقص میشه، در چنین موارد میشه که اینا یک مشورت داشته باشه. قانون گفته که 1000 تذکره را یک نامزد قبل از اینکه ثبت نام میکنه و کمیسیون بسپاره و بعد از او با ثبت نام کنه. حالا این حکم قانون است. چی مصلحت میتونه که امیر با 650 بیاره، در حالی که توجه شما این باشه که شاید این تعداد نامزدهای این رقم نتونه 1000 بیاره؟ خب فرض کنین که یکی شام نمیتونه 1000 بیاره، ما میتونیم به اونا بگیم که 650 داره میسیز؟ ببینید اینجا تقریبا برداشت قسم دیگه شده، اینجا دیدی نیست که یک کاندید باید 650 را بیاره، یا است که همه کسایی که کل 1000 میره همگیش مشابه است یا کلش از یک نفر کار بیز، طوری است که احیانا در حدود تقریبا 35% گفته، احیانا که وقتی که اگر کسایی که کپی های تذکیره ها را میاره یا شماره مسلسل را که میاره با هم در حدود 10%، 20% یا 30% تا 35% اگر با هم تطابق داشته باشه، کمیسیون اینجا تقریبا یک انعطاف پذیری نشان داده. مفهومش همین است که روند آسان شوه و مردم بتونن تطابق چیه؟ تفسیر شما تطابق چیه؟ تطابق یعنی چی؟ خود تطبیق، تطابق یعنی تطابق خود همین قانون. 35% که تطابق شما گفتید یعنی فکر بکنید که با شما کاندید هستیم و هر دوی ما که وقتی که کپی های تذکره را میبریم 35% مشابه داریم، 35% مشابه هست، یعنی 35% یک نفر بر 6-7 نفر داده کپی های خود. اطمینان مترسف میشد شکر. حالا پس ما این است که تا چی حد ما میتونیم که حداقل همین سلامت انتخابات را به گونه نسبی شفظ کنیم؟ آغاز کار نظام اصلاح انتخاباتی تا به حال را با چالش های بسیار جدی مواجه است. شما صحبت های برخی از اعضای کمیسیون انتخابات هم شنیدین، تا به حال روند لنگ لنگان هم دیدین. حالا چیزی که خیلی هم تکان دهنده است، شاک دهنده است، هر کمیشنر یا کمیسیون انتخابات فکر میکنه که این قانون در دستشان است، ما باید هر رقم که تفسیر میکنیم، توجیه میکنیم، میتونیم قانون تغییر بدیم. 35% انعطاف، فکر میکنین که
کسایی که واقعا واجد ازی هستند که برند پارلمان با توجه به نبود پول و با توجه به نبود زور اینمی مماشات به ضررشان واقع شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و همکارای شریک بحث جناب رشید صاحب، جناب ریماچ، همکاران تکنیکیتان و بینندگان محترم تلویزیون، با یک روی کرد آسیب شناسانه به مسئله انتخابات افغانستان ما سه مشکل بسیار جدی را احساس میکنیم و این سه مشکل وجود هم داره که هم در برگیرنده اشکالات ساختاری است و هم کارگزاران است یا برمیگرده به مدیران یا افرادی که در سطوح مدیریتی ادارات اجرایی انتخابات کار میکنند. در بحث ساختاری عمده ترین مشکلی که وجود داره بحث مدل مدیریت از در انتخابات افغانستان. از نظر فنی ما یک مدل ترکیبی داریم، مدل مستقل داریم و مدل حکومتی داریم در مدیریت اجرایی انتخابات. متاسفانه افغانستان یک مدل حکومتی را انتخاب کرده، به همین دلیل هم است که بسیار گستاخانه حکومت در مورد انتخابات دخالت میکنه و در برخی اوقات این دخالت حق خودش میدانه و نه تنها ای که میگه که نکردیم یا مثلا اینا، بلکه میگه که حق ماست، باید این کار میکردم چون بودجهش مربوطم بود، چون گزینش مربوطم است و این مسائل و اینها. بنابراین ضرورت است که برای آوردن اصلاحات جدی در انتخابات یا در فرصت‌های بعدی ما باید سر مدل مدیریت فکر کنیم و او مدل مناسب و مدل ترکیبی میتونه باشه که در او یک بخشی از حکومت فقط در حوزه مسائل به اصطلاح مالی و این مسائل میتونه همکاری خود داشته باشه، در حوزه اجرایی دیگه کاری نداشته باشه. اگر این مدل ما بخوایم ارزیابی بکنیم، یک مقدار اگر کلمه افتضار هم بگویم شاید خیلی سنگینی نکنم، بدل ازی که تا به حال رمون روند به این شکل بوده. حالا خرید و فروش تذکره های چنان میکانیزم برای جلوگیری ازی وجود نداره و فوق العاده هم کسایی که پول دارن زور دارن تذکره را جمع میکنن و بالاخره باز هم یک گروه قلدر میاد به پارلمان را پیدا میکنه، نتیجه شام اینمی وضعیت افغانستان. و بس 650 تذکره پذیرشش برای چی میکانیزم وجود داره؟ به همین جا میرسیدم جناب فیاسه. ما برداشتم و به عنوان یک شهروند افغانستان که از بیرون نظارت میکنم با این موضوع میخوام که از خود میگم اینجا ما رفع کنین شما و بیننده ها، ما در حوزه انتخابات چند سال است که کار میکنم، به هر حال جز حوزه مطالعاتیم است. ما برداشتم ایست که پارلمان موجود افغانستان ضمن احترام به همه شخصیت هایی که وجود دارن، پارلمان موجود افغانستان ضعیفتر از پارلمان گذشته افغانستان است. همچنان برداشت وجود داره که پارلمان بعدی از هم کده مثلا ضعیفتر متاسفانه میاد. به دلیل چی؟ به دلیلی که ما میبینیم که کیها وارد این بازی های انتخاباتی میشن. یکی افرادی میشن که میخوان که واقعا مسئولیت برای خودشان پیدا بکنن، یا از جرایم است یا از ابراز نظر هاست یا از پول بادآورده است که اینا جمع جور کردن و اینا. و به همین دلیل هم است که شما میبینید که تعداد زیادی از زورمندا و در این حال ثروتمندا یا خود پس کشیدن، متعلقین و افرادی که ارتباط خونی دارن اونا را پیش کشیدن، میگه که 10 میلیون دلار دارم، خود 2 میلیون دیگه هم به فساد انتخاباتی، ولی مهم است که با رفتن یزی به داخل خانه ملت هم 8 میلیون دیگه یزی هم به اسلام محافظت شون. یکی ای طایفه است و برای از اینا واقعا که وضعیت موجود برای از اینا بیشتر مجال است تا برای یک تحصیل کرده باشه، تا برای یک عالمی و اصطلاح دین باشه، تا برای یک کسی که به اصطلاح تخصص واجد شرایطی از نظر معیارهای اکادمیک و علمی باشه، برای از او افراد متاسفانه جای در بازی فعلی کمتر به نظر میرسه. نقطه دوم یا چالش دومی که وجود داره او ایست که ما مدیریت سالم در اجرای انتخابات نمیدیم، که دو مورد بسیار واضحش شما اشاره کردن. من یک نقطه را اینجا از نظر حقوقی میخوام اشاره بکنم که کمیسیون مستقل انتخابات نه مرجع وضع قانون است، نه مرجع تفسیر قانون است، فقط اینا مرجع به اصطلاح اجرای خوب انتخابات، اجرای بهتر انتخابات، اجرای بد انتخابات هم اینا به اصطلاح نمیتونه چی باشه. و باید ما تفکیک بکنیم میان تخطی های انتخاباتی، تقلب های انتخاباتی و جرایم انتخاباتی. ما از این حالا که 35% در متن قانون انعطاف میاریم، این به این معناست که ما 70% دیگر در اجرای انتخابات چی میکنیم؟ انعطاف میکنیم. پس بنابراین یک آدم معقول شایسته مجالش و فرصتش کمتر مساعد خواهد شد که به پارلمان بعدی افغانستان راه پیدا کنه. مشکل سومی هم که وجود داره است که
حکومت با یک تعداد از حلقات ممکن است که حزبی باشه یا غیر حزبی باشه یا شخصیت های با نفوذ افغانستان باشه تردید نداریم، با اینا امیالی هم در یک تبانی و در یک گفتگو هست که بتانه پارلمان بعدی را یک پارلمان حکومتی و یا به تعبیر به اصطلاح دقیق تر یک پارلمان مطیع، یک پارلمان فرمان بردار بسازه. و در اون صورت دیگه ما فکر میکنیم که بحث تفکیک قوا معنا نداره، بحث دموکراسی یک بحث بیهوده است. تمهیدات رفتن پارلمان بعدی به اون سمت است. ببینید همین وضعیتی که فعلا وجود داره، مثلا شما به یک فرد عادی هم که روبرو میشین میگین که شما کاندیدای انتخابات هستین، بلیا شما را حکومت وعده کرده که مثلا به بازی انتخابات. وقتی که این ذهنیت سازی را شما در جامعه میبینین، ذهنیت همین فعلا همین که یک استاد که شما پرسان که شما برای انتخابات هستین، میگه شاید برای انجام مسئولیت وارد بازی انتخابات شم اما چانسم کم است. چرا شما اساسی رو شما مطرح کردین؟ البته پرس همزمان از آقای رشید هم خود بود، کمیسیون مستقل انتخابات فوق العاده تحت نفوذ ارگ ریاست جمهوری است و این صحبت هایی است که خود کمیشنر های کمیسیون مستقل انتخابات در ارتباط به انتخابات میکنه. روند هم یک زمین ناهموار است که ممکن است طراحی شده باشه به نفع ارگ یا به نفع برخی از احزاب در حال تعامل با ارگ ریاست جمهوری. قوانین نقص میشه، کمیسیون مستقل انتخابات مماشات میکنه، تفسیر میکنه. حالا کی باید تطبیق کنه قانون؟ نتیجه چی میشه؟ همگی باید دست زیر علاشه بشینه با می شکل باید انتخابات شوه یا نه کدام رای جلوگیری وجود داره؟ ببین من واضح اشاره کردم، با یک تعداد افراد که میشینی امیالی که ما میشینیم یا مثلا ممکن است شما هم شنیده باشین یا دوستا، حتی میگن که رئیس پارلمان رئیس پارلمان بعدی فلانی است، منشیایش فلانی است، فلانی ها میایند حکومت لیست جور کرده مثلا از ولایات مختلف افغانستان برشان وعده کرده که شماها را مثلا ما میاریم و او افراد هم تبلیغ میکنن میروند در ولایات میروند در مرکز شما رای بتین نتین ما میاییم. ببینین اینا خودش جرایم انتخابات است، تقلب خود در جای خودش باشه. وقتی که دخالت به این صراحت خالی ده، ما نگفتیم که ما یک آدمی مثلا بی‌غرض هستیم، در حکومت هم در کام گوشه و کنارش نام ما قطعی پنسل نوشته نیست، ولی خب معاونی که میسون انتخابات عملا از طریق برنامه شما اعلام کرد که عملا برای من میگن که اگر آمادگی برای تقلب داری خوب نداره استعفا بده. این دیگه به نظر من دیگه این چی نمیخواه، این بسیار تحلیل نمیخواه، این بسیار تفسیر بردار نیست. اینجا باید نهادهای عدلی و قضایی وارد شوند، نهادهای عدلی و قضایی بیان که واقعا جناب معاونی کمیسیون شما یه حرفه که میگین به شما کی گفت، چرا گفت، روند استعلام دهی از این میال شروع شود که این موضوع برای افکار عمومی بسیار واضح است. من برداشتم به عنوان یک کسی که کم و بیش یکان بار این اوزه را میبینم، برداشتم ایست که این 90% بالای افکار عمومی جناب فیاض تاثیرگذار است که مردم وقتی که میبینه که به این صراحت و به این بی‌شرمی در کمیسیون انتخابات مداخلت وجود داره، میگه من وقتی که یک استاد هستم، وقتی که یک به اصطلاح یک متنفذ هستم یا مثلا یک حقوقدان هستم، یک اقتصاددان هستم، من دینمو تو یک بازی دایه قومی رم ندارم که مثلا به اصطلاح بیایم از نام قوم بخورم، اینم ندارم، پولم ندارم، حکومتم مرا به اصطلاح ساپورت نمیکنه. خب پس از این معلوم میشه که رای ما بس است، من در این بازی انتخاباتی وارد نشم و این طرفم 35% انعطاف داره. این وضعیت ها سبب میشه که ما نمیتونیم که بگیم که انتخابات بعدی یک انتخابات شفاف، عادلانه و یک انتخابات معقول است. گپی آخر من که فراموش نکنم عرض میکنم در ظرف یک دقیقه، بحث تعدد کاندیداهاست. برای ازی باید مکانیزم اینا درست است که دموکراسی است، هر کس حق داره که مثلا ما معیارهایی را باید لحاظ بکنیم که این معیارها تضمین شایسته سالاری را بکنه. این 1000 کارت و 500 کارت و 2000 کارت این تضمین به اصطلاح چی را نمی کنه، تضمین شایسته سالاری را. یک بحث قانونی است، باید در قانون گنجانده شود. مثال میارم، این تضمین شایسته سالاری را نمی کنه، باید ما مدرک تحصیلی را در اینجا میار می آوردیم، ما سابقه مدیریتی را می آوردیم، ما باید مثلا در گذشته خوشنامی را می آوردیم. این مسائل متاسفانه ما فکر میکنیم که انتخابات فعلی افغانستان و کمیسیون فعلی انتخابات یا مباحث انتخاباتی هم به اصلاحات ساختاری نیازمند است و هم به اصلاحات کارگزارانه که برمیگرده به تعهد و شایستگی افراد. بسیار نقطه خوب اشاره کرد. در حالی که امی فرمان تقنیه از رئیس جمهور از گال بس مداخله هر که میشه، زمان میشه که فرمان هم از جانب رئیس جمهور در بس انتخابات که تناقضات حقوقی فوق العاده زیاد هم در درون از وجود داره. حالا چیزی را که ما به عنوان یک تحقیق نسبی کردیم در 5-6 دفتری که دوستا بودن، از بین 30-40 نفر شاید 5 نفر هم خود ثبت نکرده باشن. دلیل شما هم چیزی بود که آقای تشوار روی اشاره کرد، نبود باور روی اجرای انتخابات شفاف.
حالا کمیسیون برای غلط روان است و انتقادات هم جدی است که کمیسیون تأثیر پذیر از ارگ است، انتخابات مهندسی شده است و بالاخره همین زمین ناهموار هم که از جانب کمیسیون با توجهات مختلف ایجاد میشه خودش مسلمت انتخابات از بین میبره. چی باید شوه؟ همگی منتظر بشینه روزها پیش رفته بره و بالاخره با می روند کجدار و مریض انتخابات برگزار شوه یا نه؟ چیزی وجود داره از نظر قانونی و حقوقی که میتونیم روی زو مکس کنیم؟ در این قسمت یکی خب کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه که نقش مسئولانه را ایفا بکنه. چی نقش؟ در کمیسیون شکایت انتخاباتی صلاحیتی که برشان قانون داده ای است که یکی خب بحث رسیدگی به اعتراضات و شکایات است که اینها باید به او بررسی بکنه و پاسخ بده. دوم بحث ازیه که هرگاه نقض قانون صورت بگیره یا موردی که در اونجا به شکل آشکارا تخلف قانونی انتخاباتی شمرده شده یا جرایم انتخاباتی باشه یا بالاخره از چی زمانه آقای رشید؟ زمان این پروسه انتخابات که شروع میشه دیگر. حالا پروسه شروع شده است. صد مورد غیر قانونی هم پیش رفته. دقیقاً ما مورد تعقیب هستیم. ما چند پیش اعلام کردیم که تعقیب انتخاباتی نیاز به تعدیل داره. یکی از بحثایی بود که بالاخره با کمیسیون شکایت انتخاباتی در این قسمت مشورت بگیره و هم جزء از پروسه به شکل مطرح کنیم. بسیار نقطه خوب. آیا کمیسیون شکایت انتخاباتی هم مثل کمیسیون انتخابات تاثیرپذیر ارگ است یا نه؟ تا جایی که ما میبینیم کمیسیون شکایت انتخاباتی حداقل سر و صداش بسیار خوب واضح و روشن است. آریایی صاحب و همکارای دیگه شان بارها شکایت خود نگرانی های خود موضوعاتی که قابل این شکایت خود ما هم در رسانه میکنیم، دوستان هم در رسانه، چیزی که فایده نرسانه بر اصلاح نظام. خب صلاحیت برشان قانون داده، صلاحیت برشان نهاد و ساختار صلاحیت باید اعمال شود آقای رشید. دقیقاً وقت که اینها اگه بخواین، ما اشاره کردم به قانون که قانون برشان بهترین توان و قوت است، این صلاحیت برشان داده، اینها خودشان باید دست به کار شون که در کدام قسمت هرگاه کمیسیون انتخاباتی مادر نقص میکنه یا بالاخره نهادهای دیگه مثل ما و شما مطبوعات هر کسی که به سبب بالاخره عذاب سیاسی وارد یک فیز میشه که در اونجا تخلف انتخاباتی میباشه، در اونجا نقص قانون باشه، جرم انتخاباتی باشه، باید اینها دست به کار شون. اگر مورد وار پیش بریم 1 2 3 4 کاری که نقص شده باید کمیسیون مداخله میکرد و تا بارم و صلاحیت خود اعمال میکرد که نکرد کجا؟ خب یکی این مسئله که بیشتر یاد داشتم در خود حکم قانون در تقریم انتخاباتی ما پراگندگی رو میبینیم. یک بحث است. بحث دومی است که شما می قاعده 35% بالاخره که مطرح کردین، این مورد دومش است. مورد سوم قبل ها صورت گرفته، مثلا حوزه انتخاباتی ماده 35 برای کمیسیون انتخابات صلاحیت داده که اینها ولایت به حوزه‌های کوچک تقسیم بکنن، ولی از صلاحیت خود استفاده نکردن، فقط تاکید کردن به ماده دوم فرمان، نه خود قانون، فرمان که بساز این فرمان تقنی توشیح شده برای حکومت طرح سپردن. امروز شما موضوع غزنی رو ببینید که دفتر ولایتی اونجا بسته است، بالاخره مسئله تزیر کی با دوش میگیره؟ یا قبلا از که جلسات علنی که مثلا بسیار در قانون بسیار واضح تعریف شده، مثلا در قسمت ارجوی مراکز محلات رایدهی که اینها تصمیم گرفتن، واضح قانون گفته که جلسات علنی اینها در قسمت ارزیابی مراکز قسمی که در اونجا تصمیم گیری صورت میگیره یا بررسی میشه باید علنی باشه. ما صرفا در جلسات تعهد شدیم که اونجا گفتن خب در ولایت بغلان 10 مرکز یا مثلا 20 مرکز اضافه شده، 10 مرکز کم شده، ولایت پکتیا چند کم شده و چند زیاد شده. ما فقط این بحثا بودیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی صلاحیت های خود اعمال نکتال. خب مشکل ظرفیت است. متاسفانه. پس کارایی که میشون شکایت انتخاباتی از امیال خیلی هم مشکل داره، با چالش مواجه است. خود اونجا هم پراگندگی وجود داره متاسفانه. شما شاید هستیم بعد از اینکه در اونجا چند کارمند از طرف کمیسیون منفک میشن، بعض نزاکت ها در داخل کمیسیون شکل گرفت. این پراگندگی ناشی از عدم ظرفیت است یا ناشی از فشار؟ ظرفیت هم از مسئله فشار هم از رئیس دانشگاهشون تا بار استخدام نشده، 10 ماه یا 1 سال میشه که اینها معرفی کردن لیست خود برای حکومت، ولی هنوز رئیس دانشگاهشون استفاده نمیشه از لحاظ تخنیکی و مشکلات خود. بسیار بسیار تشکر. تو پس همزمان در مورد کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی نبود ظرفیت یا مشکلاتی که در ارتباط به چگونگی اجرای شفاف انتخابات افغانستان متصور است. همکارای ما از یک ماه به طرف که با هر کمیشنر یا با هر عضو کمیسیون مستقل انتخابات که تماس میگیرن اینا جلسه دارن، 6 صبح جلسه دارن، 7 صبح جلسه دارن، 8 صبح جلسه دارن، 12 جلسه دارن، تا 12 شب این جلسات پشت سر هم است. نتیجه جلسه امو هدف معکوس و مهندسی شده و محاسبه شده منحرف آمیز به قبل یک تعداد از جریان‌های سیاسی نسبت به چگونگی برگزاری انتخابات افغانستان است. حالا تا به حال روند فوق‌العاده کجدار و مریض، نقض‌های مستمر و پرسر همه قانون وجود داره، نهادهای ناظر و مشاهد نسبت به چگونگی برگزاری انتخابات فوق‌العاده ناراض هستند و پیش بینی شانی است که این روند میتونه حداقل سلامت انتخابات هم نتونه حفظ بکنه و تحلیل هم نسبت به برگزاری انتخاباتی است که
دور انتخابات به مراتب پیچیده تر و مفتزی تر نسبت به انتخابات بعدی خواهد قبلی یا گذشته خواهد بود. حالا چی راه وجود داره نسبت به اینکه سلامت انتخابات با توجه به نگرانی های افکار ما و با توجه به میلیاردها دلار پول که تا به حال در این روند مصرف شد جلوگیری شود؟ غیر از کمیسیون شکایت انتخاباتی که خودش هم دو مشکل هم زمان و قبل آقای رشید داره که مشکل عدم ظرفیت و دوما مشکل فشار، کدام گزینه دیگه هم نسبت به اصلاح رفتار کجدار و مریض رهبرای کمیسیون مستقل انتخابات شکایت انتخاباتی وجود داره؟ یعنی یک وقفه گذاشت. دوباره خوش آمدید. آقای بریماچ، حالا بحث ما تنها است کمیسیون مستقل انتخابات نیست. کمیسیون مستقل انتخابات هم یک مقدار تحت فشار و تحت اعمال نفوذ ارک. کمیسیون شکایت انتخاباتی ظرفیت نداره، بودجهش برش داده نشده، کمیشنرهای ولایتیش هنوز به کار گماشته نشده، بحث دارالانشایش آقای رشید یا ده ها مشکل دیگه که شما هم از بود تکنیکی خوب تر میفهمید. چی چیزی وجود داره فراتر از این که بتانه حداقل یک روزنه مداخله مشهور نسبت به اصلاح نظام انتخاباتی فراهم کنه بخواه شما؟ میبینین انتخابات همون تو یک روند ملی، ماموریت ملی هست و ما شما چالش های ظرفیتی و همچنان تصمیمات در هر دو کمیسیون ما میبینیم. اگر قرار ما بمی باشه یا طبق قانون انتخابات میگه که تمام نهادهای حکومتی چی غیر حکومتی مسئولیت همکاری در روند انتخابات دارن، اگر ما به شکل همکار پیش بریم، بالاخره بپذیریم که نواقص هست، این ضعف هست، بالاخره چالش ها هست، ما کی؟ ما یعنی تمام شرکای انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات، حکومت، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، رسانه ها، بالاخره در کل ملت شریف مردم افغانستان. اگر ما بخواه، اگر قرار به این باشه که ما به این توقع بوده باشیم که حق ما تمام هموطنان همی هست که اگر این نمیشد، این کار میشد، اگر رئیس قانون نقض نمیکرد و قانون اجرا میشد، حالا اگر یک چیز ایدال است، یک مقدار آرمانگرایانه است، آن چی هست مبتنی به او پیش بینی شما، برداشت شما، تجربه شما چی میگه؟ چیز روزانه ای است اگر رئیس کمیسیون تحت نفوذ ارگ است به قبل آقای دولتی معاون کمیسیون، اگر بقیه کمیشنرها به نوع تحت فشار هستند، اگر کمیسیون شکایت اعمال صلاحیت نمیتونه، چی چیزی وجود داره از نظر عملی که بتونه روند اصلاح کنه از افتضاح جلوگیری؟ ببینید ما خود در بحث اساسیت تا از شروع تقریبا همی است که موضوع ظرفیت است که کسایی که در رأس ادارات خود قرار دارن و قانون تطبیق کرده نمیتونن یا ایست که صلاحیت های خود اعمال کرده نمیتونن و بالاخره بعد چالش ها به وقت زمان رسیدگی کرده نمیتونن، هماهنگی را ایجاد کرده نمیتونن، بالاخره ملت قناعت داده نمیتونن، این همه چالش های هست، این را ما میپذیریم. بنان در چنین وضعیت فعلی حال قرار داریم، خیلی پس ما باید چی باید از بکنیم؟ ما میگیم بیان یک مقدار از حالت انقلابی بودن، از فشارهای خیلی زیاد براییم، یک مقدار دست بتیم با یک دیگه همکاری بکنیم، کمیسیون یاری برسانیم، کمیسیون شکایت انتخاباتی رو یاری برسانیم، احزاب سیاسی، جامعه مدنی بالاخره با یک روی کرد مصبت پیش بریم. این روحی همکاری جویانه نتیجه انتخابات 2014 رو بارانه بیار آقای بریماچ. خب اگر این همکاری صورت نگیره ما از این میترم شاید ما دیگه شاید انتخابات نباشیم. ای بیم وجود داره. ما شخصا من حیث یک کارمند که چند سبایی که در کمیسیون انتخابات بدیم و دیدگاه های سیاسی را که می بینم، عدم همکاری را که من می بینم، ممکن که ما با می حالت شاید سالهای دیگه هم پیش بریم. آقای بریماچ، ما به عنوان یک کسی که شما رئیس دارالانشا بودین، یک آدم مسئول کمیسیون قبلا کار کردیم، میپرسم آیا انتخابات بد به این گونه بهتر از نبود انتخابات نیست به قبل شما؟ نه. ما چی میگم؟ ما برداشت ما می هست که از اینکه ما انتخابات نداشته باشیم و همه چیز رو به وخامت بگرایه، چه از لحاظ امنیتی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ نارامی های سیاسی که فرض ما مردم توقعی دارن و رنج را که میبرن امروز از بعض چهره هایی که در هر نقطه سیاسی که بالاخره هست، بهتر هم ایست که ما یک مقدار کوشش بکنیم که بهترین انتخابات را داشته باشیم. حالا که بشون زمینه همون چهره را فراهم ساخته که بیا باز به کرسی خود خب داشت. یعنی ما باید دست به هم بدیم، نگذاریم کمیسیون کمیسیون تنها نگذاریم، احزاب سیاسی خیلی خوب نقش عمده را میتونن بازی بکنن. چی نقشه؟ خواهش ما از احزاب سیاسی همی هست که اینا در سه بود باید از کار بکنن. اول نظارت بسیار دقیق از فعالیت های کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشن، نشست های هماهنگی را با خود حکومت داشته باشن که از نیت حکومت خود آگاه بسازن، از طرف دیگه ملت وادار بسازن یا اسکی تشویق بکنن طرفدارای خود که اینا بروند به طرف گرفتن تذکیره ها، ثبت راجستر
و همچنان هم خود روند در کل انتخابات حمایت بکنه. شما آقای رشید به عنوان یک نهاد مشاهده است. بلی. اونا حق دسترسی به مراکز ثبت نام در محلات نداشتن و مثل شهروندهای عادی است از وبسایت ارقام می گرفتن که خود از یم فاجعه بار است به یک نهاد مشاهد. آیا فکر میکنید که کمیسیون زمانی که به یک نهاد مشاهد یقنته به حساب فکر میکنید؟ ببینید من به یقین هستم که مشکلات انتخابات از پشت تریبین های رسانه ها حل نمیشه. ما همیشه خواهش کردیم که کمیسیون مستقل انتخابات مخصوصا اعضای محترم رهبریشون ابتکار عمل به دوش بگیرن. چرا ای ابتکار عمل به دوش نگیرن؟ چرا اینقدر ناتوان کمیسیون باشه که امروز آقای رشید که مسئولیتش نظارت و ارزیابی از تمام روندهای انتخابات است ناراض باشه؟ نه، خیلی هم بسیار آسان است در یک جلسه خودمانی دوستانه و برشان گفته شوه که ما هنمی چالش داریم، نمیتونیم که بر شما این زمینه را مساعد بکنیم یا است که طبق قانون یا بمی نظر شما میتونید بکنید. ضرورت نیست که فرض مثال آقای رشید شکایت بکنه. آقای بریمار بناهن اگر از این بگذاریم که اگر اکس شلیک نمیکد وای نمیمرد، آیا فکر میکنین که کمیسیون با توجه به رفتار فعلیش و حکومت با توجه به رفتار فعلیش کدام راه را باز بگذاره که سلامت انتخابات از طریق از او تضمین شود؟ ببینیم هیچ راهی باز نیست جز اینکه تا ما همه ما خوب نشویم و کار مشترک به شکل مشترک پیش نبریم. شرکای انتخابات هر کسی در جای خود باید به شکل دقیق و حساب دوشه کار اجازه بدن که یکی از شرکای انتخاباتی آقای ترشتوال است. آیا فکر میکنین چیزایی که آقای بریماج گفت ضمانت جایی داشته باشه در آمد؟ ما فکر میکنم که بله رویه همکاری خوب است در پروسه های کلان ملی، این مورد تایید است، اما چیز دیگه هم میتونه برایش اضافه شه و او ایست که ما باید مجرمین انتخابات پشت میله های زندان روان کنیم. حالا چیزی است که باید قانون گنجانده بشه. ما باید متقلبین انتخابات از بسیاری امتیازاتی که به اصطلاح باید داشته باشن اونا محروم شوند. باید کسانی که خاطی هستند تخطی میکنن و پروسه ملی را برش خیانت میکنن اونا باید به سزای اعمالش برسن. برعکس انتخابات گذشته افغانستان نشان داده کسانی که رفتار خائنانه داشتن اونا امتیاز گرفتن، سمت‌های دولتی گرفت، اونا به خیانتشان افتخار میکنن و برای از اونا امتیاز داده شد. مرم اگه پس دوباره در جای یک کسی روان کنین که ما واضح خیانت بکنه و او پس مکافات شود، فردا که من به عنوان یک شهروند برم در جای از او بشینم، من میگم که خیلی پس اصل راه نمی راهی بوده که این پیش از من راه رفامیده بوده. به این دلیل ما میخواهیم بگیم که سیستم مکافات و مجازات باید تعریف شود، هم در بود ساختاری که پیشتر هم اصل بحث ما مسئله قانونگذاری است. امیال شما بحث فرمان هم ببینید قانون انتخابات هم. دو سه شرطی که اینا برای کاندیدا آوردن، برای نامزد انتخابات آوردن، به صورت واضح و روشن ورود تحصیل کرده را و ورود افراد متخصص به پارلمان من میخوام جناب فیاسه بیان دقیق ببینیم که امی چی شرایطی ما آوردیم که یک تحصیل کرده وارد پارلمان افغانستان شود. یک مورد شما نشان بدین که امی یک موردی باشه که امی نشان بده و گواهی بر این باشه که یک تحصیل کرده مسیرش باز است بیا بر انتخاب برای پارلمان. توجیه حکومتی است که ما عمومیت روند انتخابات در نظر گرفتیم. اینا عمومیت روند انتخابات که شما در نظر گرفتین، وقتی که شما عملا میبینین که در پایتخت افغانستان که کابل نام داره که هم کل کمیسیون همینجاست، حکومت هم تمرکزش در همینجاست، در همینجا عملا $100 یک تذکره خرید و فروش میشه، شما جلوی ایره کی میگیرین؟ یک استاد پوهنتون، یک استاد دانشگاه، یک امام مسجد، آیا شما یک فعال رسانه ای، یک فعال مدنی میتونه برای تذکره بخره؟ من فکر نمیکنم که این افراد بتونه. پس معلوم میشه که برای انتخابات کی آماده است، پس در پارلمان افغانستان کی را پیدا میکنه. نقطه بعدی است که من هیچگاه ارگ، شما دو سه بار تعبیر ارگ استفاده کردین، من برداشتم است که اگر در افغانستان خیانت است، اگر در افغانستان کمکاری است، اگر در افغانستان اشتباهاتی وجود داره در امر حکومت داری، 50% ریاست اجرایی در این دخیل است. ما نمیتونیم که در استفاده از کودی مالیاتی، کودی به اسلام که پول بگیره در او ریاست اجرایی شریک باشد، در تقرر و تعیینات شریک باشد، در ای که وزیر معرفی کنه از متعلقه خود شریک باشد، در ای که سفیر معرفی کنه شریک باشد، و در وقتی که بس انتخابات باشد بگه که ریاست اجرایی نمیدانم که هیچ براعت داره، کلی گپ ارگ است. من برداشتم ایست که اگر حکومت یک حکومت خوب است خواردویش است، اگر در حکومت خیانت است، کوتاهی است، تقصیر است، فکس به اندازه دکتر محمد اشرف غنی، جناب دکتر عبدالله و تیمش در این مسئله شریک هستند.
بنابراین تعبیر ما تعبیر حکومت است. ما نمیشه که مثلا یک نفر مثل بحث مسئله تذکیره واره یک نفر بیا فرمان توزیع اعلام بکنه، یک نفر با شریک دیگه شو موافقت کنه، با صبح بیا مثلا به خاطر کنترل افکار عمومی که بازی انتخاباتی را بندازه و بخواد برای انتخابات پیشروی برای خودش کمپاین بکنه، باز بیا مردم گروگان بگیرن. ما برداشتم است که دو سه تا نقطه جزء موضوعات است که باید دستگاه های عدلی و قضایی افغانستان وارد شود. حالا شاید سوال بعدی شما این باشه که دستگاه عدلی و قضایی واسه چی؟ من میخوام بگم که ما برداشت شخصی است که لوئیس آرنوالی افغانستان یک شخصیت محترمی است، دستاورد محسوس و ملموس و لوئیس آرنوالی افغانستان داره. در برخی از مسائل وارد شوند. یکی موضوع بسیار مهم است که بحثی که امروز معاون کمیسیون انتخابات کرد. حالا ارگان های عدلی و قضایی غیر سیاسی عمل کردن؟ ما عرض کردم که بسیار به صورت دقیق شناخت داشته باشم کدام قضیه، ولی برخی قضایه را ما میبینیم که متاسفانه یعنی به فراموشی سپرده شده، همین نشان میده که اندک ضرورت به یک بازنگری در تصمیم گیری ها داره. من میخوام بگم که سه تا قضیه را ما عنوان میکنم که این سه قضیه تعقیب شود. یک قضیه است که واقعا معاون کمیسیون انتخابات باید در یک بحث عمومی حقوقدان ها بیاین، نهادهای عدلی و قضایی حضور داشته باشند، نهادهای مدنی بیان، نماینده اعضا و حتی جامعه جانی و معاون کمیسیون به عنوان فرد دومی کمیسیون مستقل انتخابات بیا بگه که این قضیه چطور بود که مثلا اگر ما آماده به تقلب نباشم باید استعفا بدم. این قضیه شوخی نیست، این اعتماد ملی را. حالا معاون کمیسیون در حضور نماینده رئیس جمهور گپ همیشه واضح گفت. بله عرض میکنم، من میخوام بگم که این قضیه باید جنبه حقوقی پیدا بکنه، یعنی به این معنا که ما اگر نامزد کی باید جنبه حقوقی به این بتابه؟ نهادهای عدلی و قضایی. ما به شما بسیار واضح میگم، من نامزد مثلا ممکن تمایل میداشم برای نامزدی انتخابات، من به همین وضعیت نمیتونم به یک کارزار انتخاباتی وارد شم به خاطر که پولش ندارم، حمایت درون حکومت ندارم و این مداخله ام که میبینم به اسلام و یک عقل نسبی که دارم برام حکم میکنه که شما در یک چنین بازی که نتیجه از قبل معلوم است چرا وارد شوین. وقتی که میگن رئیس پارلمان معلوم است، وقتی که میگن وکیلا لیست گرفته شده، وقتی که میگن که از بودجه حکومت پول برای این مسئله اختصاص داده شده که فلانی ها از فلان ولایت کشیده شود، دیگه انتخابات چی معنا داره؟ منطق انتخابات چیست؟ حتی جامعه جهانی هم باید بشنوه که به چنین یک دستگاه فاسد نباید پول واگذار بکنن که شما بیاین برای مثلا انتخابات وارد شین. من یک گپ بسیار جدی دیگر هم خدمتتون عرض میکنم. چند روز قبل به یک جلسه بسیار مهم بود، نماینده های سفارت های خارجی هم بودن، سفیر اتحادیه اروپا در او جلسه حضور داشت. من به عنوان یک کسی که از شورای حراست و ثبات در او جلسه حضور داشتم، من واضح گفتم که با شما با یک حکومت غیر دموکراتیک و با یک حکومت فاسد یک انتخابات دموکراتیک برگزار کردن نمیتونید. آخرین روزنه چی است به قول شما؟ فکر میکنین که کدام روزنه هم باقی است یا نه همه چیز به طرف ناامیدی پیش میره به قول شما؟ خب یکی این است که واقعا کمیسیون مستقل انتخابات روی پالیسی خود، روی اجرات خود تجدید نظر بکنه و تمکین بکنه به خود قانون، اصل قانون، در عین حال به خواسته های عینی جامعه. دومی که به خود حکومت افغانستان، هم جناب رئیس جمهور و هم جناب رئیس اجرایی، یک خط مسئولیت برای پروسه انتخابات ترسیم بکنن. عدم جلوگیری از سوء استفاده از موقف صلاحیت های حکومتی، چی در صدر نظام و چی در هم در پایین نظام که به سطح ولسوالی و بالاخره علاقه‌داری و نواستن. سومی که کمیسیون مستقل انتخابات استقلال خود به رسمیت بشناسه. چیزی که وجود داره آقای رشید، ارگ ریاست جمهوری یا بازم سوء تفاهم نشه به آقای تشتوال، حکومت در کل با یک مسکال هم تمام کمیشنرها را برگ میخواید و بالاخره جلسه های اضطراری است و انفرادی هر کدامشان دیده میشه کمیشنرها که در قانون نیست. حالا با این وجود چقدر روحی از این وجود داره که امی اگرهای شما و آقای مریوا جنبی عملی پیدا کنند؟ خب فرصت هست، ما میتونیم که تحلیل به فرصت تبدیل بکنیم، ولی بس شرط از اینکه خواسته باشیم. این میل ما بهترین فرصت ها را داریم. آیا اراده وجود داره؟ خب این می درست است که ما آموختیم تا اینجا یک کار که آمده شکست، بحران، چالش، جنجال، دوگانگی، پراکندگی در تصمیم گیری ها بلاخص باید باشن. کی باید بازی منفعت به نفع مردم رها بکنه؟ کمیسیون مستقل انتخابات، چرا که امانتدار پروسه کمیسیون مستقل انتخابات است. اینها هستن که برای مردم پاسخگو هستن، نه رئیس جمهور و نه رئیس اجرایی. و در بحث امنیت و بودجه در اون مسائل جوابگو هستن، اما در بحث عملیات، در بحث اداره و مدیریت اینها پاسخگو هستن. فردا روز اگر اینها خواسته باشن به عنوان خائنین ملی معرفی شون برای ملت، پس منتظر باشن که به میشه که پیشون
نتیجه هم چه چیزی است. اگر میخواین که به عنوان افراد با عزت که در ختم کارشان از طرف مردم مورد احترام باشن، پشتوال گفت دوره های قبلی نشان داد که عزت کسایی که بیشتر تقلب کرد در مناسب دولتی حفظ شد، کمیشنر شدن و سفیر معرفی شدن و پستای بسیار بلند گرفتن. خب یک جایی که اصل مکافات و مجازات و تطبیق شده وجود نداره، یک عزت دولتی است که بالاخره او رو بر یک قسم مسئول تر خواهد ساختن، ولی که عزت مردم است که شما بیاین در بین مردمتان با سر بلند بگردین و او عزت رو دریافت بکنیم. ما برای ما و شما بیشتر عزت مردم است نه عزت دولت. بسیار تشکر آقای بری باش. بس کمیشنر یک بس بسیار تکنیکی هم هست، چون هر کمیشنر دارای حق یک رای است و میتونه هم دامنه مانور خود حفظ کنه. داخل حالا بس رئیس یک بس خیلی جدی است و به قبل معاون کمیسیون رئیس خیلی هم تحت نفوذ ارگ ریاست جمهوری بود و در جلسه هم کل گپا رو به نیابت از تمام کمیشنرا رئیس تعامل کرد با ارگ ریاست جمهوری. چی نقش داره رئیس از نظر ما تجربه شما داره؟ ببینید من خیلی مطمئن نیستم راستن اگر حقیقتا برتان بگیم که گویا که ارگ اوقدر نفوذ داره یا ارگ چنین میکنن چنان میکنن. اگر ارگ برخورد مسلکی میکرد با انتخابات با خود کمیسون، ما امروز شاید اینقدر جنجالا نمیبودیم. و ایست که عدم آگاهی درست بگویم یا عدم آشنایی با فرهنگ پیشبرد فرهنگ کارهای کمیسون یا تیوری انتخابات یا هر چی که میگیم از اینجاست که نشأت میگیره. و رئیس کمیسون هم تا جایی را که ما میتونیم به تنهای خود خیلی تصمیم ها را نمیگیره که ما بگیم که یعنی او تو یک آدم گفته ای که بیشتر یک سوپر پاور باشه که تمام تصمیم ها را خودش بگیره، او تو هم نیست و معمولا خیلی تاثیرپذیر است از همکارای خود کسایی که برازی رای داده بودن. ولی ما یک وقت حتی شوخی میکردیم میگفتم ارگ میگیم یا حکومت مداخله کو بودجه بدی امنیت بگی مشکلات فنی و تکنیکی ما را حل بکو بر ما تکنولوژی خریداری بکو و از این قبیل گپا. ما فکر میکنم در کل آمادگی خیلی خوبه به خاطر انتخابات گرفته نمیشه. من نگرانیم از چیز دیگه است، نگرانیم از این چیز است که ما در عمل همکاری های را خیلی خوب را نمیبینیم، حتی در بخش بودجه، در بخش امنیت، در بخش حتی هماهنگی هایی که باید است. چی ضرورت است در موارد خیلی کوچک اینقدر سر صدا میشه؟ وقتی که من شاهد همچو صداها هستم، من تشویش امیر دارم که نشه فردا به نام اصلاحات انتخاباتی به خاطر اصلاحات کمیسیون به خاطر یک کپ دیگه 3 سال 4 سال 5 سال دیگه انتخابات در افغانستان به تعویق نفته. خدا را خواسته بنان ما به بادر کمی تشویش میگیم که نه بیاین با هم گزاره کنیم. یک سوال هم که... میشه از دو شما پرسیم از شما مثلا ترشتوال پیش بینی شما چی است؟ انتخابات چگونه برگزار خواهد شد؟ خب انتخابات را از یک مقدار بود تکنیکی ما نظر به گذشته ها خوب خواهد بودیم، چرا که ما مراکز در کل افغانستان ارزیابی کردیم، مراکز خیالی دیگه موجود نخواهد بود و لیست رای دهنده ها ترتیب میشه. چطور میگن که مراکز خیالی وجود نداره؟ خب چون که به طبق اساسنامه بگیم طبق وصول و جدیدا تمام مراکز در افغانستان وصول میگه که نهادهای مشاهد در مراکز ثبت نام ارقام باید داشته باشن تا کمیسیون ارقام خیالی پیش نکنه. حالا چی کس خلاف موضوع او یک موضوع دیگه بود. البته ارزیابی مراکز رای دهی در گذشته میگن مراکز خیالی در افغانستان مرکز وجود نداره، ولی گفت رای حساب میشه میگفتن. ما این موضوع را با سیستم تکنولوژی ارزیابی کردیم، هیچ دیگه مرکز خیالی در افغانستان نداره. یک بار دیگه بر شما، یکی از کمیشنرها گفته بود آف دی ریکارد که ما رقم خیلی بلند نشان دادیم تا مردم تشویق شوه، 80,000 نفر ثبت نام کرده باشه بیشتر از 120,000 نفر رو نشان بدیم. حالا همین 400,000 که اضافه نشان داده شده نمیشه که به عنوان تقلب تصدیق کننده اون مراکزی که قبلا حسابش تصفیه شده؟ نه این مورد نمیشه، چون که هر رای دهنده به یک از مراکز رای دهی وصل میشه و در تمام مراکز رای دهی نظر به نفوسی که نظر به تعداد مردمی که خود ثبت راجستر کردن اوراق رای دهی فرستاده میشه. تعداد معلوم نیست. خب نه همین تعداد معلوم میشه، چون که آل تمام کتاب های ثبت راجستر تمام کتاب های ثبت راجستر ما شما در ساحه داریم. اون تعداد معلوم است؟ نه هنوز نرسیده، اون کتاب نرسیده. وقتی کتاب در مرکز برسه داخل سیستم معلومات شو و بعد از اون معلومات میرسونن. نه کدام خب، ناده مستقر. ببینین اگر ما قرار بشه انتخابات مثل یک قیامت وری یک مثل یک چیز وری فکر بسر کمیسیون اعتماد نباشه، در کمیسیون نباشه، سر حکومت نباشه، قیامت شده دیگه نباشه. خیلی بهتره، بهتره میشه یک بار بگیم نظام شاهی اعلان میکنه بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه ختم کنیم وقت ما تمام بشه کوتاه ببینیم اصلا موجودیت ما برای خاطر است که شفافیت پروسه ما تضمین بکنیم که مثل مسخره انتخابات یک قسمت اشتباه کلان انجام میده. مثلا ما خبر میشیم هنوز در مرکز میان بندر بدن تذکره آورده میشه بدون اینکه متعلقین از حضور داشته باشن وجود داشته باشن، روی کارمند بالاخره ثبت میکنم. او
خبر میشون که حتی تذکری یک کسی که فوت کرده یعنی اصلا دیگه او در قبر است آورده میشه ثبت میشه وقتی پرسان میشه ناظر ما به شما میگه که او به در می آدم فوت کرده امنیتی خصوص ما ثبت میکنیم به شما گفتم میشه که باز تو پیش از اون اگر در انتخابات بازی رای میده میرسه بسیار متشکرم پیش بینی مثال که رشید سباورد نشان میده که ولی ما شب که انتخابات قیامت است انتخابات مثلا قیامت نشان دادن قیامت جور کردن همی دوستایی که میتونن انتخابات کار کردن و اگر خود انتخابات یک امر معمول است ما سه مخاطب دارم فقط یک جمله که یکی از مردم افغانستان انصافا میخوام که با تمام به اصطلاح وضعیت نادرستی که وجود داره که انتخابات پر از تقلب میشه اما وجدانا ما باید به پای صندوق رای بریم و برای امو فرد مورد نظری که از نظر معیارها برای ما قابل قبول است اعتماد برش بکنیم گپ دوم که مسئول مستقل انتخابات است در کمیسیون مستقل انتخابات تردید وجود نداره که تعداد از شخصیت های بسیار خوب اساتیر هستند دوستان بسیار نیک هستند بحث ما با 4 5 نفر نیست که ما به فکر کنیم که این 4 5 نفر بس است نگرانی ما این است که سیاست کادری در سطوح مختلفی که مسئول مستقل انتخابات نادرست است بخش عملیاتی بخش اجرایی کمیسیون کمیسیون های مستقل انتخابات در ولایات و مداخلات زورمندایی که وجود داره کلی از اینمی که برمیگرده به تقلب و تخطی و اصل عاملش برمیگرده به ضعف رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مرکز معاون کمیسیون گفت که برخلاف قانون کمیسیون اصلاحات اداری در کار ما مداخله میکنه مامور میفرسته که میدان زمین نفوذ فراهم کنه باز مقابلش سخنگوی رئیس جمهور گفت که در ننگرهار یک رئیس تان 200 نفر از قوم خود گماشته بود به این دلیل ما این کار میکنیم حالا این چیزیست که میتونه مشکل خلق کنه من میبینیم هر دوی از این شما ببینید هر دوش از حکومت است همین هر دوی از این نشان میده که مثلا به تقلب و به جرایم انتخاباتی تمکین کرده رسن که میسون هم از حکومت است همین گپ هم میگه سخنگویش هم از حکومت است همین حرف هم میگه فقط چند سوال بردم است که اگر حکومت افغانستان و جامعه جهانی واقعا تضمینی برای انتخابات شفاف و عادلانه را نتانن برای مردم بتن افکار عمومی را وضاحت بیشتر نتن و این مسائلی که وجود داره روشن نکنن ما وقت تمام است به نظرم که انتخابات بعدی ناامید کننده خواهد بسیار شکر از مهمان ما شکر از شما بیننده عزیز که تا بعد خدا میشه.